بینندگان گل نازنین من سلام، خوشوقت هستم که در خدمت شما قرار دارم. امروز یک شنبه 21 جولای 2024 است که میخوایم براتون نظر بی بی زینب و شوای امام زمانه تهیه کنم. با ما باشین که با هم امروز دعا کنیم. برای نظر بی بی زینب اول نیاز داریم که خمیر کنیم که نان چنگالی را درست کنیم. برای خمیرش ما نیاز داریم به هارد کم گرد واره، نمک زیاد نه، یک کمک بوره، یک گلاس واره روغن و 4 کیلو آرد و مقدار آب گرد. این یک کمک سخت خمیر میکنیم، زیاد نرم نباشه که کارتون سخت بشه. وقت خمیر ما به این اندازه رسید، میبینه نارو شده رو میدیم. بسیار خمیر خوب است. ایره نمیمانیم که برسه، خمیر فطیر کار داریم، خمیر فطیر کار داریم که برای نظر بی بی زینب. اما تا که ما کارهای دیگه خود میکنیم، یک ذره آمادگی میگیریم برای داشت، ایره میمانیم که فقط استراحت کنه چند دقیقه که خمیره مانیم که استراحت کنه. اونا را تخصیل و زوال ها میکنیم و زوال های خود هم میمانیم که یک دقیقه خوب بفته. میبینید زوال ها را هم اینجا میمانیم و روشه پت میکنیم که یک چند دقیقه دمشان راست شود. اینال زوال های خمیره میگیریم و یک کمک اول میکنیم همراه آشکست که نازکتر شوند. وقتی خمیر انبار کردیم میبینیم بسیار خوب انبار میشه. این را در خانه داشت میمانیم و همراه ازی رول پیزا یک کش دروش میکنیم برای از اینکه داخلش هم پخته شود. خب درجه داشته و 430 میزنیم برای از اینکه رو میخواییم که زود پخته شود و یکی رو بالا و یکی رو هم پایان میمونیم به خانه داشت. تقریبا 20 دقیقه تا 25 یا 30 دقیقه میگیره که تا پخته شود. 15 دقیقه که تیر شد نان پایان ماندیم بالا میمانیم و نان را که بالا ماندیم پایان جای شانه تبدیل میکنیم تا که خوبتر پخته شدن. این حال که نیم ساعت پوره شده از داشت نان را میکشیم. میدیدیم که نان ما اندازه که باید پخته شدن پخته شده. من تازستان بیدم میدیدیم پخته شده. خمیر فطیری، خمیر فطیری همینطور می باشه و روش باید چند دانه گل بزنه که گل زدن. دو تا نان دیگر را داشت میمونیم. دروازه داشت بسته میکنیم و این را من برتا نشان میدم که را چطور ماشین میکنیم. نان را که پخته کردیم همراه یک کار یا رول پیزا توتا توتا میکنیم. گرم و گرم نمیمانیم که نان یخ شود. پر از اینکه ما کار داریم که گرم و گرم کار خود کنیم این گرم در ماشین کنیم. ببینید وقت توتا شد توتا میکنیم داغ است. این رو توتا میکنیم و در ماشین مندازیم. این حال که نان را در ماشین انداختیم این را به درجه آخری که داریم سویچ کنیم. این حال که یک دوره را ماشین کردیم میبینید که هنوز گرم است. برای اینجا بندازم شما سعی کنید که چقدر میده و خوبش است که هیچ لازم نیست که ما چیز برازی بکنیم. با وجود که من دوره دوم نشانتون میتونم که اگر مالیدیتون
یا چنگالیتان درش بود چی کار میکنیم؟ در بسیاری از مواقع شما هم میتونید که اگر خواستید که بسیار مالیده مخصوص جور کنید، میتونید که یک چراوسافه که سراخ داره بگیرید ببینید و ازی هم میتونید که مالیده را بگذرانید که مالیده بسیار میده و خوش برتان بیاید. شما او زیر سعی کنید، من برتان این را غلبیت میکنم و شما میتونید که ببینید که چقدر مالیده میده و خوبش میاید. این ارتباط داره به خودتان که میخواییم که اوتو یک مالیده داشته باشین یا مالیده که همتو کلش یک جای باشه. من خوش دارم که مالیده همتو طبیعی و خوبش خودش همه چیزش با هم باشه. معلوم دار که در قدیم خانما همیشه نظر چنگالی خوده، نظر بی بی زینب نانشو پخته میکدن و همراه دست خود میشیشتن، او را میمالیدن و بغل بیلا غلبیل میکدن، یک دسترخانه در این خانه آور میکدن، اینا به اندازه نان با دست خود میمالیدن، به این شکل میمالیدن که کفای دستشان اگر سعی میکدی کفای دستشان به کلی سرخ میشد. اما خوشبختانه که امروز ما ماشین داریم و میتونیم که بسیار سادگی این کار انجام بدیم. در قدیما ماشین هنوز جور نشده بود. اینی ماشین آخرش هست. اینش رو بکشم باز. این هم مندازیم. الان و براتون نشان میدم که این مالیدن یا چنگالی چطور معلوم میشه. اگر از پیش کسی شبه خوب است ببینیم اینو تو معلوم میشه. اینو تو سعی کنید بسیار حلاست، بسیار خوبش است. شما به نیت که دارین این هنوز روغن و بوریش انداخته نشده، تنها خود نانش است. میبینید که چقدر پاش پاش و مقبول و خوبش است که شما هم اگر همینطور بکنید این همینطور یک مالیده یا چنگالی به دستتان میایه که بسیار آلاست. میننده های گل بنان روغن داغ کردیم و آوردیم در مالیده یا چنگالی خود مندازیم. آیسته آیسته مندازیم و این را شور میتیم. روغن باید خوب داغ شود، در غیر از او باز خوبش نیست. هر بار شور داده در چنگالی روغن مندازیم. زیاد به یک بارگی نپرتیم که روغن زیاد نشه. مقدار روغن بوره را همیشه به دلخواه خودتان استفاده میکنیم، چون هر کس صحتش و سلامتیش فرق داره و خودش میفهمه که چقدر برش خوب است. شیرینیش یا روغنش یا خوش روغن دوام کار داره. من از این که هنوز قایم نمیشه، باید لغمایی را که از این جور میکنیم بر قرضی یا بر نیت یا بر آجل باید خوب کلوله شود. بازم این را که دست خود میمالیم. فکرتان باشه که اول روغن را مندازین در مالیده. اگر شما بوده را اول مندازین، بعد از او در سر بوده روغن داغ را مندازین، او بوده میسوزه و چنگالیتان را یک کمکه بویناک و خراب میکنه. خوب است که اول روغن رو پرتین، بعد از او بوره رو. این حال که روغن رو انداختیم، این حال وقتی رسیده که بوره رو اندازیم. ما 4 کیلو آرد داشتیم که در 4 کیلو آرد باید 3 کیلو یا 2.5 کیلو بوره انداخته شود. اگر شما از بوره پریز هستین و نمیتونین زیاد مصرف کنین، میتونین مقدار بوره رو کمتر کنین. این را بوریش را مندازیم و این را با هم گرد میکنیم. چیزی که سوم به این اضافه میکنیم ایل است که ایل خوب فریماد بردیم تا که نظرتان بسیار خوشبوی و حالا باشد. ایل هم همراهش گرد میکنیم، خلاص میشه. خانمای گرامی و جوانان عزیز، یک 40 سال پیش براتون قصه میکنم که او وقت
ما وقتی در کابل بودیم در نزدیک سرای امریکایی در چندول تک خانه بی بی زینب بود که زنا می رفتن و در اونجا حاجت معنوی یا چیزی که در دل داشتن می رفتن و یک از نظر چنگالی یک قرض می گرفتن و قرضیش چطور بود که یک لغمه از یک تغاره از یک نفر که اونجا کلگی زنا شده بودن و هر کس پیش روی خود یک تغاره چنگالی داشت یک لغمه قرض می گرفتن و وقت حاجتشان برآورده می شد سال دیگه خودشان یا نظر می کرد یا یک کمک آرد و بوره و روغن به مو جای می آوردن و در مو نظر اشتراک می کردن که یک عادت معنوی داشت و زنا به می کار بسیار خوشحال بودن و وقتی در اونجا می رفتن با هم دید و بازدید می کردن یه از نگاه معنوی یک چیز بسیار خوب بر خانما بود. دلبرکای خوبیم، در این قسمت ما هم معلومات اندکی که در باره بی بی زینب دارم همراهتان تقسیم میکنم. امیدوار هستم که قبول کنید. بی بی زینب که به عنوان حضرت زینب نیز شناخته میشود در واقع دختر حضرت علی کرم الله وجهوست و خواهر امام حسین علیه السلام و مادرش بی بی فاطمه زهرا بود که پس از وقایع ناگوار عاشورا در سال 680 میلادی جایی که امام حسین و یارانش در کربلا شهید شدند. بی بی زینب نقش حیاتی در حفظ پیام فداکاری امام حسین و مقابله با ظلم و ستم بود نقش مهم را ایفا کرد. یکی از اقداماتی که پس از وقایع عاشورا انجام داد درست کردن نظر بود که این نظر یک شکلی از تعود و معرفت بود که در آن بی بی زینب غم، حزن و ارتباط معنوی خود را با ارمان برادرش یک جا بیان کرد. همچنان شخصیت کلیدی به ویژه سخنانی های برجسته او در دیوان یزید نشانگر نقش مهم او در تاریخ اسلام بوده است که تا امروز قدر و منزلتش جاویدان باقی است. من به یاد تکی بی بی زینب این مالیدای خود را چنگالی را به تغارگک های خوردی رنگی رنگه موندیم که شما هم دیده او زمان ها برتان زنده شوند. ببینید هر کس اینو تو یک تغارگک داشت امرای خود می آورد و نظر خود دو می آورد. یکان کس سرش نبات یا چند دانه نقل میماند یا یک دانه گل میماند به می شکل زنهای خوشی داشتن به روز تکیه بی بی زینب. حال بلتان شروعی امام زامنه پخته میکنم که امیدوار هستم با ما باشین. دیگه سرمنقل میمانیم، روغن هم انداختیم داغ شده، پیازه داشت مندازیم. وقتی یک ذره پیاز شده شد 6 کیلو مرچه داریم، این را دیگ مندازیم. این را که گوشت سرخ شد بهش نمک اضافه میکنیم، زردچوبه اضافه میکنیم، مرچه سیاه اضافه میکنیم، سیر اضافه میکنیم و مرچه سرخ اضافه میکنیم و اینا را خوب شور میکنیم تا یک جسی یک رنگ شدن و خوب بکشن و سرخ شدن. تا وقتی که دیگه بود سرخ میشه از فرصت استفاده کرده کچالو زردک که زردک را پوست کردیم تیار است و کچالو را پوست میکنیم و دهو میمانیم. این حاله که پیاز هم رای گوشت خوب سرخ شده میبینید بسیار رنگ خوب کشیده. وقت است که درش را به بانجان میده هم مندازیم را به بانجان میره مندازیم و مرچه تازه را میبانیم. این خوب چرخ دیدیم و بعد از اون هم میدازیم. همی که بانجانیش سرخ شد وقتی دیگ خوب سرخ شد رنگ رو به بانجانی هم برآمد
آره دیگه نه که او موندی موگم شده در شما اندازیم فکرتان باشه که او سرده نپردیم برای از اینکه برای گوشت خوب نیست یک دیگه مونده او گرم کنیم و او گرم در دیگه تان پردیم وقتی خوب مسئله را انداختیم او کافی در دیگه انداختیم نال سر پوش دیگه میمونیم میمونیم که دیگه یک چل دقیقه بجوشن و در سرشم یک اونگ سنگی دارم که برای میارم میمونم یا من اونگ سنگی که اینه مثل دیگه بخار باره تفت دیگه نبرایه و گوشت خوب نروشه میبینیم که شروع چخوب مرمارو میجوشه و جوشیدن آیستی شروع باعث میشه که تهم شروع درش باقی بانه حالا وقت از این رسیده که زردکنش اضافه میکنیم بینندای گلم این درخت دیگه آلوی ماست که یک آلوی دیگه داره من تمام میوهاش بسیار پخته شده و به زمین مفته باید من امروزی رو بیچینم که از غمش خلاص شویم و آلوهای نشه میبینین که آلوهایش حتی اینتو شده که همین دکمی دادم دست خوده و خطا میخوره از این نوی آلوهاست ببینید چقدر آلوی خوبش داره بسیار نرم است وقت مرغکام خورده جایشو ببینید همه تو این شاخ ها پر است که میبینید سعی کنید این شاخ هم که چقدر آلوهای خوبش داره بسیار رنگ خوبش و دانهای خوبش داره نام خدا ما دو درخت آلو داریم که هر دوش بسیار بسیار آلوهای مزه‌دار داره جایتون خالی است اگر نه یک چند دانه خو به هر کدامتان میشد که بیدادم این دانه اگر خوشیکی نمی آید سعی کنید چک دانه خوبشه است نام خدا دلبرکای خوب این ببینین دو تاش آلو شد با وجودی که هفته گذشته از دو درخت دیگه هم پیش رویتان چیندم آلوهای بسیار مزه‌دار است مثل آلوگکای کابل ماست و به یاد از او این دو دانش هم باز پیش رویتان میخورم همین دو دانه جانانش هم میخورم اینش که نرم است اول میخورم سعی کنید واو بسیار آلاست ما شکرگزار خداوند متعال باشیم که نعمت ها را در کره زمین بر ما دادن این حال وقت رسیده که گوشت ناخونگیر شده میتونیم که کچولو را داشت پردیم میبینید گوشت به اینی اندازه رسیده بسیار خوبش هست حالا وقتی که کچالو را هم داشت اضافه میکنیم بسیار شروع نام خدا نظر است میبینید که بسیار خوبش معلوم میشه و با برکت نظر هم یک اضافگی در دیگ دیده میشه که همیشه نظر را مقدار خدا خودشان بدون از این که توجه کنیم زیاد میشن برکت دارند یک دخترک جوان از ما پرسیده بودن در مسیج که خاله فهیمه جان کدام نظرها را شما میفهمیم چقدر نظر موفقانا داریم من چندانه شک داشتم و در فامیل ما میگرفتیم برات یادداشت کردم سفره حضرت رقیه نظر بیبی فاطمه زهرا در ماه صفر سفره صلوات به نیت شربای امام زامن که امروز داریم آش نظری به نام ابوالفضل نظر اربعین که برنج و گوشت است نظر شب عاشورا نظر دلدی عاشورا که در هفته گذشته ما داشتیم و همچنان نظرهای دیگر مثل شیر برنج
الوا، شربت هم در تک خانه و خانه در روز عاشورا و در روزهای محرم تهیه میشه که همه ثواب دارن و امیدوار هستیم که خداوند همیشه قبول کنه. همچنان گفتنی های برای محرم داریم. این ماه که بزرگترین مکتب زندگی همه مسلمانان است، رای مردانگی، عهد و پیمان، عهد و پیمان مردانگی را از واقعی کربلا باید بیاموزیم و عملی کنیم. اگر ما دقت کنیم، ماه محرم یک پیام خاص به همه ماست. حتی مردم جدا از مسلمانان هم پیروی این مکتب قوی هستند. چون دین اسلام یک دین سالم و قوی در جهان است. ما پیشوایی داریم که همه جهان با قدرت و شامتش امروز باور دارند و مردانگی و عزتش مبارزه عقل و حقیقت بر باطل است. چیزی که قابل یادآوری است این که در همه خانه ها بزرگا وجود دارند و طریق نظرا و شبه نظرا را و نوع نظرا را بلد هستند و می فهمند. تنها منظور ما در برنامه از پختن نظرایی است که به نسل جوان ما یک دفعه نشان بدم تکرارن تا بیاد داشته باشن که ما در وطن عزیز خود چی نظرا می دادیم و هدف از این صرف آموزش بر نسل جوان ماست که تا فراموش نکنند کلچر و عنانات خود. معلوم دار که نظرا نیازها همیشه از قدیما جزء زندگی عنانه و رسوم ما افغاناست. سلامت باشین، ای هفته بازم نظرا داریم، با ما یک جا ببینین. نوریت جان یعقوبی که سفره نظر ابوالفضل داشتن و در خانه خود علمکشی و مراسم عزاداری حسینی را همه ساله با دوستان و آشنایان خود تجلیل می کنند و از این فداکاری و قربانی قدردانی می نمایند. خداوند قبول کند به خانه و کاشانشان برکت. نرگس جان صدیقی که بر ما یفته قابلی، بانجان سیاه، کباب، چپس و کباب سیخی و همه چیز بولونی بسیار حالا هم تیار کردن. نام خدا بسیار مقبول باشه رسته. نازنین نوش جانتان باشه. خوشی و سعادت همیشه نصیب شما باشه. رازیه جان سلطانی که بر ما نظرهاش داشتن روان کردن و میخواستن که تمام نظر را به مسجد ببرن، خداوند نظرشان قبول کنه. نام خدا بسیار هاشم عزدار و خوش رنگ. تقسیم نظر را به همسایه ها، دوستان، عزیزان و مسجد همش اجراهات بزرگان ما بود که تا امروز در همه جا مراعت میشود و با آن همه ما پابند هستیم. نعیمه جان رحیمی که بر ما ایشل زرد بسیار عالی و خوش رنگه، به سلیقه و شرسته نام خدا آفرین. کاشانیتان پر از محبت باشه و هیچگاه فراموش نکنیم که ادای ادا و انجام نظرا برکت و خوشی معنوی برای همه ماست. به سلامت باشین. فخرت جان بر ما ای شعله زرد نزد عاشورا را به ارواح نازنین شهدای کربلا دعا کرده، خدا کنه که صلح و آرامی در وطن ما حکم فرما شود. الهی به عظمت عاشورای حسینی هیچ دست را محتاج دست دیگر نکنی و امید ما را ناامید نگردانی. آمین یا رب العالمین. نوشته از طرف خودشان بود. رحیمه جان وحیدی نیز نظر شعله زرد داشتند که در روز عاشورا پخته کردند. نام خدا بسیار زحمت کشیدند. نظرشان به درگاه خداوند قبول باشه. به دست پختشان برکت، آبادی و خوشی با شما باشه. نای جان عزیز که هم شعله زرد نظر عاشورای حسینی را چقدر سلیقه و مقبولی درست کردن و چی غوری مقبول و خوش ذوق. نام خدا بسیار خوشم آمد. صفا و صمیمیت و آرامی نصیب شما باشه.
لطیف جان عزیزم بر ما نظر شلی زردی آشورا را با گلای قشنگ روان کردن که سلامت باشین، نظرتان به درگاه حق قبول باشه، خداوند خوبی ها را نصیبتان کنه. گل جان عزیزم که در ویکندی که گذشته این غذای خوب آلا را که عبارتند از قابلی، قورمه، کوفته، سلاته، مرغ و چپس است و بسیار شرسته و محبت روی میزشان مانده، نوشک جانتان باشه، خوشی و آرامی و سعادت نصیب همتان. مینه جان عزیز نوشته: سلام فهیمه خانم عزیزم، خداوند قوت بده برایتان. بسیار تشکر از دعایتان که امرا با نظر به درگاه الهی درخواست کردید. نظرتان قبول باشد و دعا میکنم با حاجات قلبیتان خود برسید. انشالله چقدر زیبا پخته، خوش رنگ جا افتاده، میتوان خوشمزگی آن را هم عد زد. خانم امید، خدا سفرهیتان را برکت دهد و به شما و خانواده سلامتی بدهد. از دختر گلتان هم تشکر که با شما هم کاری میکنند. برای برنامه های بسیار زیبایتان تشکر میکنم. همگی در پناه خدای میربان باشید. تشکر از خودت مینه جان میربانم، لطف و صفای شماست، خداوند خوبی های عالم را نصیبتان کنه، زنده باشید. مریم جان شفیقه که در حق ما چقدر میربان هستند، همیشه از لطف و صفایشان برخوردار هستیم و شکرگزار هستیم که عزیزان مثل مریم جان با خود داریم. خداوند محبتهایتان عوض بته انشالله. زیبا جان عزیز ما از فرانسه نوشته که فهیمه جان، غذایی که به شوق و علاقه و محبت پخته شود بسیار مزه‌دار می باشد. تشکرم زیبا جان، 100% گفتان درست است. قدرت و انرژی و عشق و محبت همه چیز را رنگین و نازنین و مزه‌دار می سازد. واقعا همتر است. سیما جان امزید از تورنتوی کانادای قشنگ به ما نوشتند: مادر کلانم برنامه‌تان را دوست دارد و تماشا می کند. سیما جان گلم، بسیار خوشحال شدم. قربان مادر کلان عزیزتان که بیننده ما هستند، خداوند عمر دراز جان جور نصیبشان کنه. چقدر خوشحال میشم که این گونه مسیجا را دریافت میکنم که مادر کلان های نازنین و دوست داشتنی برنامه های ما را تماشا میکنند. سلامت باشی. یک بیننده گل ما نوشته کده: خیلی زمان گذشت تا فهمیدیم اردر ارزش باز کردن را ندارد. راست هم میگه. اینه عزیز به ما نوشته کده که فهیمه جان مادر مریض است، دو برادر جوان مریض است و شوهر مریض است. التماس دعا دارم، یک دعای دست جمعی در حق ما بکنه. و چشم خواهر عزیز، ما التماس دعا داریم، اما دست دعا بلند میکنیم، پناه میبریم به قدرت خدا، عظمت خدا، جلال خداوند، خداوند بزرگ و رسول خدا. پناه میبریم به درگاه خداوند و از درگاه توانای او شفای عاجل برای عزیزان ما خواهانیم تا به خیر احوال سلامتیشان را به زودی بشنویم. به خیر. لطیف عزیز از جرمنی بر ماهی دوار روان کرده که برای تمام کسایی که یک آجت یا یک التماسی داره میتونه که از این دعا استفاده کنن. تشکر لطیف جان گلم. آجت در دل داری باید ایره بگویی که: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، یا رازق، یا باری، یا مالک، یا قادر، یا حکیم، یا سمع، یا بصیر، یا غفور، یا کریم، یا الله. اگر روزانه این دعا را 7 بار بخوانید انشالله که مشکلتان برطرف خواهد شد. این دعا را خواهر عزیز ما از جرمنی به ما ارسال کرده بود که ما به اطلاع شما رساندیم. دلبرکای خوب من، تشکر میکنم از کل کامنت هایتان، عکس ها و مسیج ها. بازم کامنت های تازه داریم، با ما یک جا ببینید. زرمینه جان نازنین نوشته: فهیمه جان، خداوند نظرتان را قبول کند. شما 2 ثواب میکنید، یکی نظر
و دوم وطن دارایتان آشپزی اصیل کابلی و افغانستان یاد میگیرن. تشکر زرمینه جان، مهربانی شماست. خوشحال هستم که این مسیج شما را خواندم. زارا جان عزیز نوشته کل آشپزیتان یک طرف، امی دیگدانتان بسیار خوبش، نظرتان قبول باشه. تشکر زارا جان، من این دیگدان فقط با چند تا سنگ سیمیتی تیار کردم و در رویش هم چندان آین محکم مانده بودم. شکر که خوشتان آمده. ساله جانی عزیز ما نوشته فایمه جان نازنین سلام، امیدوارم با تمام اعضای فامیل محترمتان صحت و سلامت باشید، نظرتان قبول درگاه حق باشد. بسیار خوش قواره بود و میدانم که حتما بسیار مزه‌دار است. نوش جان امیتان. تشکر ساله گلم، زنده باشی. خداوند نظر و نیاز همه ما را به درگاه خودش قبول کنه و آرزوی امر را برآورده سازه. طایر جان جلیل نوشته سلام فایمه جان، نظرتان را قبول درگاه حق، تنتان نیازمند طبیب مباد، خداوند زحماتتان را به جواب نماند، عمر طولانی با خوشی های بی پایان نصیب شما و خانواده محترم و معظم شما باد. تشکر خوارک گلم طایر جان، لطف و مهربونی شماست. وقتی شروع پخته شده کاملا گوشت شام نرم شده که ما دیدم، ببینین نرم شده گوشت دو میشه. این حال وقت است که گشنیچه بهش اضافه میکنیم برای اینکه بوی خوبش پیدا کنه و طعم خوبش، چون نظر است. این یک وزیر زیر شروع میکنیم گشنیچا مثل گلشون آواره سیار مقبول و خوب شده، ببینید سیار نازنین و خوبش معلوم میشه. اینال شروع مبخته شده و این به این ظرف مقبول گلی میکشم که بسیار نظرانه تر باشه. بسم الله نام خدا. یک چیز کلانتر رو بگیرم که احوا تمام موادش کرده کم رایزو بسیار وقت زیاد میگیره. سلام میبینید که چی شماه تعریفی همه تو کال هم نیت نظره میکنه، واقعا که بسیار آلا و خوبش میایه. خانم های گرامی، هر حاجتی که در دل دارید قبول درگاه حق کردن و همه ما به سوی رای حقیقت و سرفرازی و کامیابی باشیم انشالله. فراموش نکنید که ما هر کدام وقت هر سال در همه جا برگزاری از واقعی کربلا و عاشورا را در تک خانه ها و زیارت ها تجلیل میکنیم و نظر را پخته میکنیم، به خاطر آن است که درس عوض شدن و مختن معرفت، مقامت، بردباری، مردانگی، عدالت استواری است که جوانان ما با آن آشنا شوند و علاوتاً با گریه و تقویت عاطفه‌های خود ما تقویه میکنیم و دلهای خود خالی میکنیم تا سبک شویم. بیننده های گلم، ما نظر شلزرد داریم، نظر شروعای منظامن داریم و نظر بی بی زینب مالیده هم در روی میز داریم که خداوند همه نظرهای ما را قبول کنه و جان جوری و سلامتی و آزادی برای وطن ما بتر. این بود پروگرام این هفته ما. امیدوار هستم که تا هفته آینده با ما باشین و برنامه های ما رو ببینین، سابسکرایب کنین، لایک کنین و همیشه هم ما رو تماشا کنین. تا هفته آینده همیتون رو به خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.